يعني ماي فرونت ديرين الواير فريم كان بتاري ما ضعيف بس الواير فريم مريم كمان اكثر بكتر شوا يعني خب از هر جایی که چرخش انجام میشه در اون قسمت کرسر خود قرار داره. بعد میگیم شیفت ای سینگل بون، سینگل بون وقت سینگل بون ایجاد میشه از قسمت میریم ایدت مود قسمت بالای چی رو آرمیچر رو میگیریم حالا این جی گراب میکنیم میاریم فرض مثال در اینجا قرار میدیم دوباره اکسترود میاریم در حول محور سبد. این سبدی که از کجا چرخش داده میشه اونمو بونه در واقع دانم اینجا باید قرار کنیم. حالا زیاد چی هم نیست، دوباره اکسترود میکنیم میاریم پایین در مرکز خود سبدی را قرار میدیم. دوستان من این امیر کار میکنم به کل جان دستگیرشان یکی هست، من یک جان رو براتون کار میکنم رید میکنم و بقیهش باز خودتان کار بکنم هم براتون تمام میشه و هم میتونم که کار خب در ابتدا میم اینمی بون اینمی بونه از اینزی بون مرکزی یعنی بون اصلی انپره اینجا جدا میکنیم. الان اگه ما ببینیم حرکت بدیم سعی کن با بون مرکزی پرند شدگی است، پس ما این انتخاب میکنیم Alt P کلیر پرند. حالا اگر ما این حرکت بدیم دیگه ارتباطی به اون ندارم، دوباره این پرند میکنیم یعنی او در واقع کنکت بود، حالا پرند میکنیم میایم اولی رو انتخاب میکنیم بعد بون مرکزی رو انتخاب میکنیم و میگویم کنترل پی کیپ آف سیت کیپ آف سیت. خب حالا اگر من این حرکت میدیم ببین جدا هست اما یک ارتباط با بون مرکزی داره. خب بون مرکزی را انتخاب میکنیم گراب میکنیم کما که این دیگه را قرار میدیم قدرت دیده شد. دوباره در قسمت چی کنترل تاب، کنترل تاب دوباره کنترل تاب ابجکت مود، کنترل تاب پوز مود. یا از قسمت ما میایم ابجکت مود یا پوز مود ابجکت مود تاب اگر مستقیم تاب فشار بدیم از قسمت از که صفحه کلید باز مستقیم ابجکت مود میاره. خب ما از اینجا میریم پوز مود و پوز مود رفته اینی آرمیچر را وقتی که ما اینمی بون دوم انتخاب میکنیم آر از کیبورد فشار میدیم میچرخانیم بون آخری یعنی بون سومی حرکت امو زاویه و چیز خود را حفظ میکنه با ازمی بون دوم چرخش صورت میگیره. اگر ما فرض مثال بخواهیم که اینمی رو ما چرخش بدیم بون سوم اما حالت اصلی خود حفظ بکنه و در اون صورت در پوز مود رفته میاییم در نیمه قسمت میگیم که در قسمت نیاکتیویت میریم میاییم در قسمت ین هد روتیشن غیر فعال میکنیم. حالا اگر ما بیاییم اینجا مدل روتیشن حالا تکو در قسمت ما ایر بیچرخانم یا از این قسمت هم که بگیرم بیچرخانم چون چرخش از مرکز صورت بگیرم بون سومی اما حالت اولی خود را حفظ میکنه. پس ما نیاز داریم که این کار را در نمی قسمت چرخ فلگ که ما بخواهیم بگیم چرخ فلگ وقتی می چرخه سبد اونمو حالت اصلی خود را حفظ میکنه. پس شما بیاین الان ما میخواهیم که خود اسکلید نظامی چرخ فلک وابسته به بون مرکزی باشد و سبد وابسته به حرکات یا آنو انیمیشن بون سیمی باشد. از در اون صورت ما میان کل اسکلید چرخ فلک را انتخاب میکنیم و جیر فشار میدیم میبینیم که برای درست کلش انتخاب شده. بعد میریم با
کوپن سومی را انتخاب میکنیم. دقت داشته باشین، در حالت پوزمود باید باشه. بعد میگیم کنترل پی، وقتی میگیم سپرین وید بون باشه، وید بون سپرین وید بون. حالا میایم در قسمت سبد اول انتخاب، سبد به نزی بون سومی انتخاب میکنیم. میایم سبد انتخاب میکنیم، بعد بون انتخاب میکنیم، میایم کنترل پی وید بون میگیم. حالا اگر ما دیگرایش رو ما کار نداریم، یعنی یک دانش ما در نظر بگیریم، دانش فرانت، حالا این رو میگیریم میچرخانیم. حالا اگر ما میچرخانیم دقت داشته باشین، به هر طرفی که میره سبد یعنی دور خودش نمیچرخه، همون حالتی که هست ثابت میمانه. پس در تا اینجا من این کار رو برایتون انجام دادم، بقیهش در ادامه درس من کار میکنم، اما خود در کار نمیگیرم چون درس ما طولانی تر میشه. بقیهش خودتون کار بکنین و انمی سیستمی که ما کار کنم قسمت های بعدی فقط تبدار در بون سیون شما پرند بکنین. دیگه مرکز ما یک دانه بونه، ما در مرکز یک دانه بون داریم. دیگه اینطور از مرکز شما بونا را رکب داده نمیداریم، فقط بون دوم را امتداد میدیم. بفرد ما میاییم در قسمت بون دوم انتخاب میکنم. البته در خاطر داشته باشیم که در ایدیت مود میرم، ایدیت مود بون دوم انتخاب کردم، شیفت دی میاریم این در قسمت. بعد دیگه بون سوم از اینجا شما دوپلیکیت نمیگیرید، بون سوم از تک تن زمین سبد تا دوباره اکسترود میکنید. میاد در قسمت بعدی حالا من اینجا بسیم کار بکنم، اکسترود میاریم میره پایی. خب حالا سعی کنیم شما، من میرم در قسمت پوزمون سبد میگیرم، در بون سومی چیکار میکنم؟ کنترل دی سید پرند میگم. حالا شما بیاین در قسمت بون مرکزی رو انتخاب میکنم. وقتی ما بون دومه رو دوپلیکیت میکنم در اینجا میمانم، سعی کنید پرند پرند شدگی است، دیگه نیاز نیست که ما دوباره در این پرند بکنیم. خب حالا آر ببینید بشن، حالا دقت بکنید وقتی ما میچرخانم یک از سبدای ما حالت اولی خود حفظ کرده و دومی نکرده. چرا نکرده؟ بخاطر این بون سومی ما در قسمت اکتیف یعنی هد روتیشنش فعال است. این را اگر ما انچک بکنیم یا غیر فعال بسازیم، دوباره ما بیایم اینجا، حالا اگر ما این پیچه کنم دیگه هر روتیشن ما حالت اصلی خود حفظ کرده. حالا بیاریم و میچرخانم به شکل، خب در که فریم برای دی ایجاد میکنیم، در ابتدا میریم در قسمت لوکیشن روتیشن، ما روتیشن انتخاب میکنیم و ایرم در قسمت ابتدا بون انتخاب کردیم، آی از صفحه کلید فشار میدیم، سکسیسفولی ادید کی فریم. خب در قسمت انیمیشن از فریمی استارت فریم یک، این فریم 250، یعنی این زمین قسمت و این زمین قسمت ما 250 فریم داریم. خب در 250 فریم ما اینمی چرا یک دور میشن خانم، پس فریم یک از قسمت استارت فریم یک، این فریم 250 و فریم کنونی در اینجا بر ما میگه که شما در کدام فریم قرار گرفتیم. حالا ببینیم این فریم 97، فریم 68، فریم 192. پس ما میاییم این فریم یک، در فریم یک قرار میدیم و در قسمت اکتیویت رفته بخش روتیشن
ببینیم اینجا روتیشن مود، روتیشن مود W X Y Z هست. ما اینجا میاییم میگیم X Y Z دقسمت بخش روتیشن فاس کلیک ینزر کی فریم میگیم. وقتی ینزر کی فریم میگیم دقسمت میگیم که فریم ایجاد شد. پس در فریم اول در فریم آخر میریم، در فریم آخرین فریم رفته در قسمت روتیشن زاید. اینجا در ما مشخص شده که البته در قسمت گیمبال هست فار اورینتیشن گیمبال گرفتیم، یعنی حول محور خودش بیچرخه. بعد میان در قسمت پس ما از اونجا حول محور زاید چرخش داریم، اینجا ما مدد ولیوی زاید هست تایپ میکنیم 359 انتر میکنیم. بعد دوباره راست کلیک اینزد که بریم یا که در قسمت ماوس تان در قسمت قرار بدیم آی رسف کلیپ در فشار بدیم که فریم ایجاد میشه. خب در صورت حالا در فریم اول برمیگردیم پلی میکنیم، پلی بدونیم بشه ایجاد شده. خب از حالت وای فریم هم که برایم کمپیوتر ما یکم ضعیف است و خب حالتی وقتی پلی میکنه عادی پلی نمیشه و این مشکل از کمپیوتر است. ببینید فریم ها پریش داره، مشکل کمپیوتر ماست. خب حالا درس ما تا اینجا تمام شد. موفق و معید باشید تا دیدار بعد. خدا نگهدار.